پنجمین روز دی ماه برابر با 26 دسامبر سال 239 خورشیدی برابر با 860 میلادی، زاد روز ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی زاده، مشهور به رودکی، از نخستین شاعران پارسی گوی و پدر شعر پارسی. رودکی بنا به روایتی از کودکی نابینا بود و به روایتی بعدها کور شد. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. اشعار غنایی و تعلیمی رودکی راه را بر بزرگان زیادی هموار نمود. سال 1382 خورشیدی برابر با 2003 میلادی، در گذشت ایرج بسطامی، هنرمند شهیر ایرانی که در شهرستان بم در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد. هر یک از اعضای خانواده او از جد پدری گرفته تا پدر بزرگ و پدر در زمینه خواندن آواز و نواختن سازهای مختلف تجربه داشتند. تولد و رشد ایرج در چنین خانواده‌ای به همراه استعداد ذاتیش موجب گردید که او از 5 سالگی به خواندن آواز علاقه نشان دهد. ایرج بسطامی در سن 40 سالگی به اوج فعالیت خود رسید و در طول 14 سال فعالیت ارزشمند 11 کاست ماندگار به یادگار گذارد. او به دور از جنجال ها و هیاهوی هنری در شهرستان بم سرپرستی خانواده برادر مرحومش را به عهده گرفت که این همراهی و سرپرستی تا زمان مرگ در سن 46 سالگی ادامه داشت، به گونه ای که تمام اعضای این خانواده به جز یکی از فرزندان برادر همراه وی در فاجعه دردناک زلزله بم درگذشتند. سال 1386 خورشیدی برابر با 2007 میلادی، در گذشت رادی، نمایشنامه نویس بزرگ ایرانی که در رشت پا به عرصه وجود گذاشت. وی فرزند سوم از یک خانواده 6 نفره بود. نام پدرش حسن بود که با 9 کلاس سواد به زبانهای فارسی و ترکی و فرانسوی و همچنین روسی تسلط داشت. رادی 2 سال آخر ابتدایی را در دبستان صاحب تهران گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان فرانسوی رازی به پایان رساند. وی که دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بود، تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این رشته را نیمه کاره گذاشت و پس از طی دوره تربیت معلم به شغل معلمی روی آورد و بعدها به تدریس ادبیات نمایشی انستیتو مربیان امور هنری، نمایشنامه نویسی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و نمایشنامه نویسی پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه هنر پرداخت. شاید مهمترین اتفاق زندگی هنری رادی آشنایی او با شاهین سرکیسیان بود. سرکیسیان بعد از خواندن نمایشنامه‌های وی و تحسین فراوان از رادی جوان خواست که جز نمایشنامه چیز دیگری ننویسد. اکبر رادی سرانجام در سن 68 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.